فیلم سوم راجع به سعیده قدس بنیانگذار محک به عنوان کارآفرین اجتماعی که خب دیگه نیاز به توضیح نداره نقش یک سازمان مردمی که در این سطح غیر قابل رقابت با در سطح منطقه به لحاظ درمان کودکان مبتلا به سرطان و عینیت بخشیدن به این شعار بی‌نظیر که در مملکت ما هیچ کودک سرطانی از فقر نخواهد مرد و اینا رسیدن به این شعار. خب این کم کاری نیست. فیلم تبرستانی ها و فیلم سعید قدس بنیانگذار محک و محسن عبدالوهاب ساخته. روزی که سرنوشت من عوض شد یه روز معمولی بود مثل همه روزهای دیگه. اینی که تو میدیدی که پدر باید بره مثلا یه دارو رو بگیره، پول نداشتن یا اونایی که عصبی میشدن میگفتن بچه‌مو نمیارم دیگه، برای من این بود که امروز باید به این بچه ها کمک بشه. برای من خیلی مسجل شد که بیماری یک کودک مسئله‌ای که مردم نسبت بهش حساس هستن و ما میتونیم به این فکر بکنیم که همون چی که مورد نیاز هستش قابل دسترسی هست. ما میگفتیم ما اینجا هستیم برای اینکه کمک بشه که اینا راحت تر زندگی کنن و درمان بشن. چه کاری باید کرد؟ یکی از دلایلی که محک هست این که فقط کار خودش رو میکنه، هیچ کار دیگه در کنارش نمیکنه، هیچ کار دیگه. 25 سال پیش بوده ولی یه موقعی منم همونجا نشسته بودم ولی میگذره. چی رو میخوای بگی؟ میخوای بگیری به میره میرس آفری. همیشه پول نیستش که داره کار میکنه، تخصص مثلا، هنر مثلا، هر کدوم از اینها میتونه بالقوه مبدل به پول بشه. یک سال اونجا، یک سال اونجا، دو سال، یعنی الان 25 اعلام کنم، 25 تا خواهش میکنم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این که در سرزمین ما هیچ کودک مبتلا به سرطانی از فقر نخواهد مرد. فیلم بعدی فیلم پازلی ها هست. مهدی گنجی فیلمساز جوان خلاق. گروه پازلی ها یک گروه استارتاپی جوان بی نظیر بیرجندی هستن، پر از انگیزه، که اپ پازلی ها رو اینا در واقع درست کردن و زمانی که فیلم ساخته می شد اینا در مرحله ساختن کار و پیدا کردن بازار، یعنی موقعیت به ثمر رسوندن پروژه بودن. و عقیده من این بود که ما اصلا قرار نیست قصه زندگی آدم موفق بسازیم، چون موفقیت یه معنایی داره. یه نفر مثلا روز سن رفتن و دست کن دادن براش موفقیته، برای من مثلا شیرین پارسی که زندگیش جور دیگری نمیشه، ولی موفقیت برای من یعنی این، یه آدم میتونه جهان اینجوری ببینه، اینقدر اثرگذار باشه. گروه پازلی هم همین، یه سری جوان با این انگیزه که اینا وقتی تهران اومده بودن بچه های فوق‌العاده خانواده های خوب در شهرستان، ولی خب میخواستن مستقل باشن. اینا بچه ها خیلی موقع بیسکویت فقط نهار میتونستن بخورن، توی پانسیون باشن. نظر من این بود که قصه تلاشه، اینا مهمه و ما میریم تا اونجایی که اینا دارن اینجوری تلاش میکنن تا به هر جایی برسن. که دیگه وقتی فیلم تموم شده بود اینا خوشبختانه یک اسپانسر خیلی خوب پیدا کردن و برگشتن هم بیرجند و دارن اونجا در واقع کار میکنن و الگوی فوق‌العاده‌ای برای جوانای اونجا هستن.
اول تیم شدیم، بعد دوست شدیم با هم دیگه. آدمی که ذره حرفه‌ای تره یه فرق کوچولو داره، از گوله خوردن نمیترسه. از زمان شروع استارتاپ ویکند ها تو ایران ما باهاش همراه بودیم. جرقه آتیشی که میفته روی سری چوب خشک، ما اون چوبه بودیم. حاضری به شما کمک میکنه که اپلیکیشن موبایل ما نظرتون رو بدون نیاز برنامه. چهار نفر مثلا نشستن یک سال دارن کار میکنن، 98% احتمال داره که شکست بخورن. بیزنس مدل فاضلی به این شکل است. ما سه تا پلن ما داریم، انقدر تلاش میکنیم که نه پیش نفر کار کنیم، ما شرکت خودمون رو داشته باشیم. هر لحظه ای تهران وایستم یه بخش دیگه زندگیم به خطر میفته. به یه جای خوبی برسیم که دیگه نیازی نباشه اینقدر اینجا بدبختی داشته باشه. من پیش بینیشو کردم. حمیدرضا هم گفتم اینه که تو پولی که خودت برمیداری رو به پول من ترجیح میدی آن گفتم بده اونو نداره. اجازه بده حرف هم و ما به گذشتم نگاه. در واقع بزرگترین ترسم این بود که تیم از هم بپاشه. فیلم دیگه که خانم مهناز افضلی ساخته، فیلم مادر زمین، راجب کاراکتری به اسم خانم هایده شیرزادیه، دکتر هایده شیرزادی. در کرمانشاه ایشون زندگی میکنه. یک آدمی که تمام زندگیشو وجودشو صرف محیط زیست و نجات زمین کرده و یه همچه آدم عاشقی. شوهرش آلمانیه، ادموند، از یه خانواده فوق‌العاده متمول آلمانی. وقتی راجب متمول آلمانی حرف میزنی میتونیم فکر کنیم چه شرایطی. اومده و در کرمانشاه 20 ساله با هایده با همدیگه در واقع روی کرده اینا به صفر رساندن دفن زبال است، یعنی نجات زمین، چیزی که ما مثلا در تهران وضعیتمون به فاجعه شبیه در همه جای ایران. و ایشون الگویی که در تمام مجامع بین المللی شرکت میکنه، ازش نظر میخوان، نمیدونم ایده های بسیاری از نقاط ایران بررسی کرده، پژوهش کرده و خیلی از جاها در واقع راه اندازی کرده، چون این امکان وجود داره که دفن زباله رو نزدیک به صفر حداقل بکنیم. ولی مافیای بزرگی که در شهرداری جاهای مختلف از طلای زباله وجود داره، از خود بازیافت زباله و دلایل دیگری که مانع هست که این اتفاق بیفته. مادر زمین راجع به این شخصیت این زن فوق‌العاده است. غیرت خیلی خوبه. تو فکر کی چا؟ حوصای نه یکی با جیر دانی با مال من خواهم یه وخشم، شاید ما کوتاهی کردم، شاید ما باید بیشتر با تامشونه ایم. ما کشور نفرین منابی، ما کشور هدرمندی هستیم. ایران بزرگه بکنش زباله. نگاش کن از خاک به خاک برمیگرده. من سخت‌ترین سال کاریم بود. پایان سال به زحمت کشترین من نتونستم حقوق بدم. آدم خوب هست، سلامتی نباشی نکردیدم دیگه. الان حقوق دیری دیمه نتت من خوب sich das wirklich mal angucken. Nein. Lass die. I cannot do it. این انگار فرزند من رو کشتن، دومین فرزندم. Wie mache ich jetzt die nächsten mit Flanschplatten da oben dran? شادم واقعا. هر جایی پاک میشه شادم. لاخو، یا رفت. لاخی، لاخو، یا فیلم ششم فیلمی در مورد آقای علی اصغر حاج باباست، بزرگ
خانواده حاج بابا که نقش خیلی مؤثری در صنعت کشور دارن. خود آقای حاج بابا به عنوان پدر صنعت ریختگری در ایران مشهور هست و در واقع از سن نوجوانی از لحاف‌دوزی شروع کرده، به تجارت آهن رسیده و از تجارت اومده تو بخش تولید و کارخونه های متعددی درست کرده. آدمی که فعالیت سیاسی مشخص داشته، تا پای اعدام رفته تو ماجرای ترور منصور و به هر حال یک ملی‌گرای به معنای مطلق کلمه، کسی که معتقد به اهمیت بخش خصوصی هست. در دوران انقلاب در واقع همون کارگرایی که عاشقانه دوستش داشتن کمر به کشتنش میبندن، شکایت ازش میکنن و پا میشه میره وزارت کار و از خودش دفاع میکنه. خاطرات تلخی هم داره از صاحبان صنایع که در اون دوره چجوری مورد نه فقط بی‌حرمتی، آزار و اذیت و مصادره و چه قرار گرفتن. و چون آدمی بوده که معتقده که خودش ساخته و خودش بایستاده پای همه این موضوعات، این شرایط ایستادگی کرده و واقعا نمونه یک آدمی با دغدغه های ملی، حرمتگذار کار، تلاش. این خاطراتی که میگم راجب کارگرها، بیشتر خود کارگراش تعریف میکنن که بعد از چند سال وقتی مواجه میشن با کارخونه هایی که دولتی شد و یک به یک بسته شد و اینا تا این زمان یک برج حقوقشون عقب نیفتاده، تو سخت‌ترین بحران ها تمام این کارگرا، چه نقشی در واقع کارخونه های اینا، کارخونه های خانواده حاج بابا در مناطقی که این کارخونه ها هست، در بهبود وضعیت اقتصادی کارآفرینی خود اون منطقه داره. به هر حال پایداری کرده. یکی از ویژگیاش که باز به عنوان کارآفرین خانوادگی هستن. اینا خانواده، پسران، نواهای تحصیل کرده داخل ایران، خارج از ایران، ولی همه عاشق وطن و همه میرن بر میگردن، میان کار میکنن، مدیریت میکنن. یعنی خود این نگه داشتن یک موقعیت کارآفرینی تولیدی در خانواده یک اهمیت و ویژگی خاصی داره که میتونه الگوی خیلی ها باشه. و مقاومت و پشتکاری که این بزرگوار سال خورده، حتی در این سن اولین نفریه که کلید میندازه و دفترشو باز میکنه میره، همه چیز منضبط، همه چیز روی حساب و مسلط به همه شرایط، ضمن اینکه بسیار به جانشین پروری اعتقاد داره. و میگم وجه ستایش آمیزش، این عشقش، عشق عظیمش به وطن، به توسعه، که در واقع بهش یک قدرتی میده که به صراحت نقد میکنه، چون وطن براش بالاتر از همه چیزه. و خب من فکر میکردم این الگوها که براتون اسم بردم، اینا اگر اولا جامعه این الگوها رو نمیبینه، میدونه در کنارشن، اگر مهمترین رسانه کشور که تلویزیون هست، که اتفاقا تلویزیونم روی کارآفرینا کار کرده تو برنامه‌های مختلف، من نمیگم اثر بخشی اون کارا هم کم میتونست باشه، ولی وقتی شما با ابزار فیلم مستند، با نگاه حرفه‌ای و پژوهشی میرید و یک آدمو از قالب یک تصویر بر پرده تلویزیون تبدیلش میکنید به یک شخصیتی که از ابعاد مختلف سر میکنید باش، میگم این شش گروه کاملا حرفه‌ای فیلمسازی در طول این سه سال که این کار ساخته شد با این آدم ها سر کردن، زندگی کردن، رفتن، اومدن و تصویری خوشبختانه تونستیم ازشون بسازیم که اثرگذاره و امیدوار هستیم همونجور که تا الان توی این نمایش‌های محدود رونمایی که تو هر شهرستان خودشون برگزار کردیم و تو جشنواره سینما حقیقت، اثر این فیلم‌ها رو می‌بینیم که چقدر جامعه نیاز داره به دیدن
این الگو. فعلا شش تاش امکان پذیر شده ساختش تا بعد. صدا ما رو هم ضبط می‌کنیم که کار داریم و کسب و کار ما هم کار داریم. این مغازه متعلق به پدر من بود. اینجا شروع کردیم به کار لاپوزی. 15 سالم بود. گلک‌ها شکوندیم، هر چی گفته شد برداشتیم، زدیم بیرون. بعد یه ها دیدیم رومیز روزنامه ها صفحه اول اطلاعات عکس بابا رو انداختن به عنوان 5 نفر اعدامی. ما هم دیدیم اگه به اینجا یک کربید بزنن زندگی ما به این رفته. همینجا تظاهرات میکنم مستقیم اومدم پایین مرگ بر حاجی بابا. اختلاف مرگتون بود 5 میلیارد تومان. من تراس مال خودمه، چی بخرم؟ فلان نسل سوم اومده سر کار. با نظر بابا جون موافقم که بعد از کارخونه شروع میکردم و خوشحالم از این کارم. با یه تهدید که نباید ول کنن در رن. نسل به نسل باید اختلاف نظر باشه. اگر نباشه ما عقب گرد کردیم. تمام بادا که من تأسیس کردم برای اولین بار بوده. دنبال هیچ کس نرفتم. ما تو مملکت تا حاکمیت قانون نداشته باشیم، آزادی نداشته باشیم و هیچ جا نمیرسیم. من فکر میکنم یه زوبش زوباهن نیست، فروسیلیس هم نیست، تلاست.